درود بر شما مخاطبین عزیز. با بخش خبرهای این ساعت در خدمت شما عزیزان هستیم. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران مدعی شده است که جو بایدن و تیمش بر تنش‌های داخلی خود فائق نیامدند و هنوز به سیاست واحد برای بازگشت به برجام و کنار گذاشتن تحریم‌ها نرسیدند. عباس عراقچی که شنبه شب در برنامه نگاه یک تلویزیون جمهوری اسلامی گفت بحث در تیم بایدن است که آیا از ابزارهایی که ترامپ ایجاد کرده باید استفاده کند یا نه. معاون وزیر خارجه استدلال کرده که اگر ابزارهای دولت ترامپ کارایی داشت، همان موقع نشان میداد و این نتایج نشان میداد که آمریکا هنوز به سیاست جایگزین نرسیده است. او همچنین به گفته های اخیر جو بایدن هم اشاره کرد و گفته است که هرچند بایدن به صراحت نگفت که به برجام برگشته است، اما برای مذاکره در قالب پنج به علاوه یک اظهار تمایل کرد. معاون وزیر خارجه گفته است که برجام مخالفان جدی در کنگره داخل آمریکا و منطقه دارد. نیروهای مختلف بعد از 20 ژانویه و استقرار بایدن در کاخ سفید شروع به کار کردند و معلوم بود بر سر اینکه چگونه به برجام برگردند اختلاف دارند. اواخر آبان ماه امسال بود که روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی مدعی شد که عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در ایران تلاش کرده تا از طریق واسطه ها به مشاوران جو بایدن پیام دهد که آمریکا باید پیش از هر گونه مذاکراتی و بدون هیچ پیش شرطی به توافقنامه هسته‌ای بازگردد. اواخر دی ماه امسال بود که فرانسه، بریتانیا و آلمان در بیانیه‌ای نسبت به اقدام ایران برای تولید اورانیوم فلزی برای راکتور تحقیقاتی تهران هشدار دادند و گفتند که این اقدام نقض برجام است. قدرت‌های اروپایی گفته بودند که اورانیوم فلزی برای ایران هیچ استفاده غیر نظامی ندارد و کاربرد آن به صورت بالقوه در امور نظامی است. عراقچی ادعا کرده است که اگر برجام زنده است به خاطر ایران است و اروپا سهمی در این رابطه ندارد مگر سهمی سیاسی در سازمان ملل که مقابل اقدامات آمریکا ایستاد. در بخش دیگری از گفتگوی این مقام وزارت خارجه با تلویزیون جمهوری اسلامی، عراقچی درباره اجرای مصوبه مجلس در تاریخ 5 اسفند ماه و ایجاد تغییرات در دامنه نظارت آژانس بین‌المللی هسته‌ای هم گفته است که این نظارت‌ها محدود می‌شود نه اینکه از بین برود. عراقچی گفته است بر اساس پادمان جامعه بازرسان در ایران حضور خواهند داشت و تبلیغات غربی‌ها در این باره درست نیست. از نظر بنده حدود 20-30% توان نظارتی آژانس بعد از لغو اجرای پروتکل الحاقی کاهش می‌یابد. او گفته اقدام پنجم اسفند یعنی توقف اجرای پروتکل الحاقی برگشت پذیر است و به محض اینکه خواسته های ما در برجام و خواسته مجلس در مصوبه مذکور انجام شود، ما می‌توانیم به این اقدامات بازگردیم. با این حال عراقچی با اشاره به سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران هم توضیح داده است که وقتی پنجم اسفند قانون مجلس را اجرا کنیم، طبیعی است که وضعیت جدیدی بین ما و آژانس ایجاد می‌شود. عراقچی گفته است که با توقف پروتکل الحاقی و نظارت‌های جدید وضعیت جدیدی ایجاد می‌شود و آقای گروسی خودش اظهار کرد که نوع جدیدی از همکاری بین ایران و آژانس ایجاد شود تا همکاری‌ها کمترین آسیب را ببینند. به گفته عراقچی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران آمده است تا نظم جدیدی بین همکاری‌ها ایجاد کند که امری طبیعی است و این کار را روز یک شنبه با همراهی دوستان ما در سازمان انرژی اتمی انجام می‌شود. عباس عراقچی در ارتباط با پیشنهاد جوزف بورل مبنی بر برگشت آمریکا به مذاکرات افزود که ایران این پیشنهاد را بررسی خواهد کرد. معاون وزارت امور خارجه ایران همچنین گفته است که جمهوری اسلامی در این رابطه با روسیه و چین نیز مشورت خواهد کرد. او در این مصاحبه تاکید کرد است که به باور ایران بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای نیاز به جلسه ویژه‌ای ندارد و لغو تحریم‌ها از سوی دولت بایدن برای انجام آن کفایت می‌کند. عرضم بزرگ شما که یک مسئله بیان کردید درباره سهام عدالت. ما چیزی حدود 50 میلیون فرد داریم که در واقع سهام عدالت درگیر این مسئله هستن و شما در یک جایی در واقع فهمیده بودین که ابهاماتی در سهام عدالت وجود داره و یک تخلف خیلی بزرگ چند هزار میلیارد تومانی تو این حوزه انجام شده. چند صد هزار میلیارد تومان 600 هزار میلیارد تومان حدوداً برآورد این تخلف متاسفانه، یعنی عظیم‌ترین پرونده کلاهبرداری دولتی شاید بشه اسمشو گذاشت که سازمان خصوصی سازی 600 هزار میلیارد تومان کلاهبرداری با سندسازی قانونی انجام داده متاسفانه. بله، و اینکه درباره همین مسئله پیگیری‌هایی در واقع انجام دادین و اگه پیگیری کردین به کجا رسیدین؟ اولا تو داستان سام عدالت عرض کنم ماجرا چیه. ماجرا اینه که ما طبق قانون اصل 44 قرار بوده 40% از سهام واگذاری شرکت ها به مردم تحت عنوان سهام عدالت واگذار شود.
اولا که سازمان خصوصی سازی مثلا قرار بوده که 100 تا شرکت بیاره پشتوانه سهام عدالت قرار بده، از همون اول 100 تا شرکت نیاورده، 70 80 تا آورده، 20 تا کم آورده. دوم این که قرار بوده یه حدود 47 میلیون نفر مثلا سهام عدالت مشمولش بشن، اینو 45 میلیون نفر، یکی 2 میلیون نفر با اینکه ثبت نام شدن برگه سهام اجازه نداده براشون صادر بشه. اینا هم هست تازه. اینا که من میگم جزء این 600 هزار میلیارد تومانه نیستا. این 600 هزار میلیارد تومانی که اتفاق میفته در اون قرارداد واگذاری برگاش سهام قرار بوده از محل سود سهام، از محل سود سهام ارزش اولیه 1 میلیون تومانی سهام پرداخت بشود. اینا توی مقطعی اومدن گفتن که آقا ما 500 هزار تومان تونستیم برداشت کنیم، که ما معتقدیم این 500 هزار تومانه به خاطر اینه که اون تعداد کارخونجات و یا بنگاهایی که باید میومده پشتوانه سهام عدالت قرار میگرفته، خود دولت نگذاشته که اونقدر سود در بیاد که بپردازد. اونم اونجا هم خودش مقصر بوده، خود سازمان خصوصی سازی مقصر بوده است، نه کسی دیگری. حالا علایال میگن که آقا ما اینقدر نتونستیم سود ابتیاع کنیم و بپردازیم. بعد اومدن چکا کردن اون سهام 1 میلیون تومانیه تو این سالا شده 14 میلیون تومان. اینها قرار بوده از سود بردارن، به جای که از سود بردارن رفتن نیمی از سهام رو برداشتن، یعنی به جای 500 تومان 7 میلیون تومان برداشتن. یعنی بعد از ارزش افزوده از این 14 تومانه 500 تومان برمی‌داشتن میشد 13500. اینا به جایی که از 14 تومانه بردارن رفتن از اون 1 تومانه 500 تومان برداشتن. و مجموعه این رو شما ضرب در تعداد بکنید ببینید چه عددی میشه، بدون این که به مردم اطلاع بدن. حالا میخواید همین کار رو بکنید به مردم بگید، بگید مردم ارزش سهام شما 10 میلیون تومانه، شما یا بدید 500 تومان به ما بدید 10 میلیون تومان رو بگیرید از ما بر ندارید، ما 5 میلیون تومان از شما بر میداریم. کی گفتن اینو به مردم؟ حتی همین رو هم نگفتن، یه اطلاعی گنگ و مبهم دادن، گفتن آقا بیاد شما پول، که اون زرنگا اون 400 500 هزار نفر آدمایی که مطلع بودن از پشت صحنه رفتن ریختن و صاحب پوله شدن، اون عموم این 45 میلیون نفر باقی مانده، 46 میلیون نفر باقی مانده، بندگان خدا واسه همه جا بی خبر مطلع نشدن که این اطلاعی و اینا زمینه ساز چه نوع کلاهبرداریه. و از جیب هر کدام از سهامداران سهام عدالت از جیب هر کدومشون 7 میلیون تومان برداشته شده. ما داریم البته مستندسازی میکنیم، گزارشاتی هم بعضی از دستگاه‌های امنیتی دادن، داریم دنبال میکنیم. این بالاخره رئیس سازمان خصوصی سازی فخر که الان هم جزء متهمین هست و به یک دلیل دیگری پروندهش در حال رسیدگی هست، این هم جزء تخلفات جدیش هست، تو جیبش نرفته. الان مثلا همین سبدای پالایشی، اینا همه پشتوانه سهام عدالت داره فروخته میشه، مال غیر داره فروخته میشه. این مال غیر یعنی آمدن چون از توی سبد سهام عدالت برداشتن تبدیلش کردن به بسته دارن میفروشن، اونم باز با سهام عدالت گرفتن اون سهام ارزندهشو دارن میفروشن. یعنی باز یه ضربه دیگه اینجا دارن میزنن، چون یه عده مردم حاکمیت اسلامی خواسته از 50 60 میلیون نفر از جمعیت خودش یه حمایت مؤثر کنه، اینا رو سهامدار کنه، سهام ارزنده بهشون بده، چند نفر مدیر نالایق و بیکفایت که فقط به فکر منافع خودشون و منافع سازمانشون هستن، منافع دولت هستن، اینجوری دارن اینا رو تاراج میکنن. حتما باید یکی مثل بنده که مطلع میشه وایس و بهشون برخورد بکنه و میکنیم این کارو. دوستان شنونده، به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا بخش بعدی، خدا نگهدار.